به نام یاد خدا، خدای آفرینش دلها. سلام عزیزان، بعد از شاشتان بخیر. امیدوار هستم جور صحت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به یکی از دیگر برنامه های رسم زندگی. شما عزیزان میتونین جهت حمایت از برنامه خودتان راه های ارتباطی برنامه را فراموش نکنین. 46 کلید 4 افت همچنان در اختیارتان است و همچنان صفحه رسمی رسم زندگی را میتونین لایک بکنید، کامنت بگذارید. مثل همیشه بازم یک موضوع خیلی مهم را انتخاب کردید. موضوع امروز ما برمیگرده بر نابرابری و نقش آن در جامعه. یک نابرابری چی؟ نابرابری چند نوعه هست که همه ما شما شاهد هستیم که بعضی از هموطنانمون هستند که نابرابری خیلی ها دامن میزنند، فاصله های طبقاتی حتی ایجاد میشه. ای که دلیل در چی هست؟ چگونه میتونیم تعادل داشته باشیم میان یکی دیگر من؟ پس چه خوب است بحث را آغاز بکنیم با مهمان برنامه من، آقای سربلند کاملی که استاد دانشگاه هستند، در رابطه به همین موضوع خیلی مهم صحبت میکنند. سلام استاد، خیلی خوش آمدید، بعد از شاشتون بخیر. سلام بر شما و سلام بر بینندگان عزیز، بعد از چاشتی شما بخیر باشه. سلامت باشین استاد. چی خوب است در نخواست یک تعریف خیلی کوتاهی داشته باشین در رابطه با نابرابری. ای که نابرابری اجتماعی چی است؟ خب عرض بکنیم در مورد نابرابری، از زمانی که اقتصاددانان به عنوان در واقع مسئله توسعه را مطرح کردن، همزمان با مسئله توسعه نابرابری اجتماعی با وجود می آید. در مورد نابرابری و چگونگی در واقع او منشأ فکری نابرابری و راحت‌تر صحبت بکنیم این که ریشه های نابرابری در کجا قرار دارد و در کجاست، دست کم سه تا نظریه مطرح می شود. بله. که اولین نظریه ای که در مورد نابرابری مطرح می شود و ریشه های نابرابری را به صورت مشخص بیان می کند نظریه رسو هست. رسو ریشه های نابرابری را در مالکیت خصوصی می داند. معتقد هست که زمانی که مالکیت خصوصی شکل گرفت، همزمان مسئله نابرابری با وجود آمد. بله. به این معنی که زمانی که افراد رفتن فرض کنید یک جایی را برای خود حصار کردن و در حوزه محدوده خود تعریف کردن و همین تو افراد دیگر رفتن، در نهایت چون منابع کمیاب بود بر یک تعداد نرسید. در چنین شرایط یک بعضی از افراد فیودال شدن و بعضی دیگر رفتن برجوا و خیلی افراد بودن که مجبور شدن که کارگر باشن برای فیودال ها. در اینجا هست که رسو میگه که اصلا او ریشه نابرابری در مالکیت خصوصی وجود دارد. اما نظری بعدی نظر مارکس هست. مارکس علاوه بر رسو ریشه های نابرابری را در مالکیت خصوصی و تقسیم کار می داند. مارکس معتقد هست که اصلا این تقسیم کار هست که متضمن این واقعیت هست که فعالیت های فکری، مادی، کار، تولید و مصرف را به افراد مختلف می سپارد که شکل نخست آن را می توان در نهاد خانواده مشاهده کرد. که به تعبیر مارکس معتقد هست که نهاد خانواده نهادی هست که این تقسیم کار باعث شده که زن و فرزندان را بردگان شوهرانشان قرار بدهد. به تعبیر خودش یعنی میخواد بگوید که این تقسیم کار بوده که یک کسی را تابی و یک کسی دیگر را فرمانده قرار داده. ببینید سخن مارکس به این معناست که میگوید زمانی که تقسیم کار میان خانواده شکل گرفت، مردها با توجه به اینکه فیزیک قوی تر داشتن رفتن به سمت کار برون از خانه و زنها کار خانه را قبول کردن، در حالی که احتمال داره از لحاظ تعداد ساعتها زنها در خانه بیشتر از مردها کار بکنن. اما به دلیل اینکه کار خانه بی‌مزد هست و در قبالش کاری بیرون که مردها انجام میدهند مزد داره و همزمان که به خانه برمیگردد چون یک چیز آورده، میشه گفت که اصلا نان آور خانه هست، همزمان به صورت طبیعی همین زن و فرزند را تحت تأثیر خود قرار میدهد. در اینجا هست که مارکس میگوید ریشه های نابرابری در مالکیت خصوصی و تقسیم کار
وجود دارد. بله دقیقا نکات خوب را جناب استاد اشاره کردن، این که درست زنها میگن که باید در خانه باشن و مردان برن به طرف بیرون و کار و بار خود را انجام بدن، اما استاد این گونه نیست، چون ما باید مسیر باز بکنیم بر دیگر بانوانی که واقعا صدایشون خاموش هستن، سکوت اختیار کردن، همیشه وقت زندگی را یعنی تحمیلی قبول کردن، زندگی تحمیل میشه بالایشون، زندگی را اجبارا قبول میکنن و زندگی میکنن. درست است ما زنده هستیم، هم زندگی کردن بدون اهداف اصلا امکان پذیر نیست. ما زمانی که زنده هستیم، نفس میکشیم، باید یک اعتماد به نفس خیلی بالایی داشته باشیم، چون همین اعتماد به نفس میتونه که باعث ایش شود که ما اهداف رو تعیین بکنیم. بخاطر زندگی کردنمون هیچ وقت نابرابری را قائل نشیم که ما تو باید زن هستی، تو در خانه باشی، تو مصروف غذا پختن باشی، مصروف حولاتوری باشی، تو به تربیتشان برست و ما میرم در بیرون. هم باید ما و شما هستیم که تعادل را پیاده بسازیم در کشورمان، در جامعه که زندگی میکنیم. پس همین گونه میشه که برابری شکل میگیره و ما همیشه میتونیم در یک فضای صلح و صمیمیت زندگیمون را سپری بکنیم. خب جناب استاد، در رابطه با برابری بگوین، این که گفتین تعریف های داشتین در رابطه با این بگوین. بله اجازه بدین که این بحث تکمیل بکنم. ایشان میگه که این تقسیمی کار هست که متضمن این واقعیت هست. اون مثال بود که گفت شکل نخستش در خانواده مشاهده میشود، ولی همین تقسیمی کار رو میتوان برعکس بکنیم. مثلا در یک خانواده 4 تا مرد زندگی میکنند، ولی با توجه به کمکاری که در افغانستان برای مردها هست، حال یک خانم وظیفه دار هست. بله. ما میتوانیم عکس این قضیه را مشاهده بکنیم. فرض بر این بگیرید که همین 4 مرد با این که فرهنگ مرد سالاری در فرض کنید افغانستان هست، همین زن میتواند فرمان بدهد. اینجا هست که میگه تقسیم کار آمد، نوع رفتار را شکل داد. مارکس میخواد بگوید که اصلا در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، ارزش انسان‌ها با نیروی کارشان سنجیده میشود. یعنی حال این نیروی کار چی در اختیار زن باشد، چی در اختیار مرد باشد، تنها چیزی که در بازار میتواند آن را بفروشد نیروی کارش هست. اینجا هست که در واقع ریشه های نابرابری را از در واقع تقسیمی کار میتوانیم ما راحتر استخراج بکنیم. در مثال اولی ما مرد نانآور خانه بود، همان منت را روی خانواده گذاشت، ولی در مثال دومی ما زن نانآور خانه هست، دوباره همین منت را بالای مردها گذاشت. مهم این هست که این تقسیمی کار هست که به یک نحوی یک سری رهبر و دیگری را تابع می‌سازد. بله استاد، یک چیز را نگفته نباید مانیم که زمانی که زنان میرن به طرف بیرون و کاربار خود را انجام میتن و مرد ها بیکار هستن و در خانه های خود نشستن، زمانی که یک گپ تو بالا میشه باز میگن که خیر است که ما بیکار هستیم، تو نانوار هستی و ما را طعنه میتی و چطور میکنی و چیکار میکنی. این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بالای روحیه مردان، بالای روحیه زنانی که واقعا میرن هست صبح میرن و تا دیگر کار میکنن، زحمت میکشن و آخر شام که در خانه جگرخون میشن. دقیقا ببینیم مشکل همینجاست که گاهی اوقات تقسیم اوقات آنگونه و یعنی آنقدر به صورت طبیعی و یعنی در فرایند تاریخ به گونه بوده که گاهی اوقات زنها به خود میقبولانند که بله کار خانه سهم ماست، در حالی که گونه نیست. این کار خانه و این مسائل هم امر برساخته هستند که اصلا اینها را ساخته زاده اشتباه هستند. میتواند معکوس باشد که شما امروزه میبینی اصلا این بحث مارکس امروزه دیگه زیاد جایگاهی ندارد، به دلیل اینکه زنها شاید تواناتر و در جامعه فعالتر از مردها باشند گاهی اوقات، که ما نمونش میتوانیم این را ببینیم. ولی خب مشکل اینجاست که این حرفی که پیشتر شما گفته، با توجه به او عدم آگاهی برخی از خانواده هایی هست که کمتر میفهمند که بله ما هم میتونیم در جامعه کار بکنیم و کار ما مؤثرتر فرض که از آقایان باشد. این حرف شما درست است، ما میتوانیم از طریق آگاهی، از طریق بینشی بسیار خوب نسبت به جامعه و نسبت به ماحول، همین آدمایی که ایدهشو این هست که ما در خانه باید کار بکنیم و کار خانه بی‌مزد هست و
شوهریم از بیرون در بیرون کار میکنه و کار بیرون دارای فرض کن که معاش بالا هست، این رو میتونیم معکوسش بکنیم. این بله استاد اگر موافق باشین چی خوب است بریم به طرف یک میون برنامه خیلی کوتاه و دوباره برمیگردیم. برنامه ادامه داره. بازم خوش آمدین بینده های عزیز. در ادامه برنامه رسم زندگی قرار داریم. قسمی که در نخست برنامه همچنان یادآوری کردم از شماره تماس 0220-2020-93 شما عزیزان که میخواین تماس بگیرین پس به همین شماره تماس بگیرین و سوالاتتون را مطرح بسازین. و همچنان در نخست برنامه از موضوع برنامه یادآوری کردم، نابرابری و همچنان نقش آن در جامعه که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. جناب استاد هم نکات خیلی خوب را اشاره کردن، یادآوری داشتن و همچنان استاد شما یادآوری کردین از سه نظر که گفتین یک یک بیان میکنم. دو نظرش را بیان کردین و الان فرصت رسید به نظر سوم چی خوب است بیان بکنین بر ما و بینده های عزیز. نظر سومی که مطرح میشود از ماکس وبر هست. ماکس وبر برخلاف مارکس نوع دیگری از نابرابری اجتماعی را مطرح میکند. ماکس وبر ریشه های نابرابری را در عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی میداند. ماکس وبر معتقد هست که ریشه های نابرابری در منزلت اجتماعی نهفته است، نه در تقسیم کار. زیرا از نظر ماکس وبر اصلا میگه که انسانها گاهی اوقات برای اندوختن ثروت دنبال قدرت نمیروند، گاهی اوقات انسانها برای کسب شرافت اجتماعی دنبال در واقع ثروت و قدرت بروند. و اصلا نوع شرافت اجتماعی هست که گاهی اوقات مسئله برابری و نابرابری را به وجود میارد. ببینید ماکس وبر معتقد هست که این منزلت اجتماعی هست، این فرض که طبقه ای که ما در آن زندگی میکنیم باعث میشود که فرض کن که موقف ما را در جامعه مشخص بکند. نوع رفتار ما هست که موقف ما را در جامعه مطرح میکند. لذا از نظر ماکس وبر اصلا ریشه های نابرابری میتواند در منزلت اجتماعی باشد که منزلت اجتماعی را ایشان این گونه تعریف میکند. میگوید منزلت اجتماعی عبارت است از شرافت اجتماعی و نبود آن هست. گاهی اوقات دیدین که خیلی از افراد هستند که از لحاظ اقتصادی در جایگاه بسیار بالایی دارند ولی به دلیل اینکه منزلت اجتماعی ندارند آهسته آهسته حذف میشند و از بین میروند. و خیلی افراد هستند که چون به دلیل اینکه منزلت اجتماعی دارند شاید از لحاظ مادیات ثروتمند نباشند ولی چون از لحاظ معنوی ثروتمند هستند آهسته آهسته خود را بارور میسازد و جایگاه و موقف خود را به دست میارد. سلامت باشین استاد. یک دوست ما از طریق 4-8 پیام خیلی زیبای خود را ارسال کردن و متاسفانه که نام خود را بیان نکردن و گفتن سلام تقدیم میکنم به مهمان برنامه و همچنان به نیلاب جان تشکر سلامت باشی و گفتن که من همیشه وقت بینده برنامه تون هستم. واقعا یک برنامه خیلی زیبا هست. ما همیشه وقت تلاش میکنیم بهترین موضوعات را انتخاب بکنیم تا روش بحث داشته باشیم تا مشکلاتی که شما هستون دارین حل شود. و گفتن که ما چگونه میتوانیم نابرابری را از بین ببریم، کدام راهکارهای وجود دارد تا ما انجام بدیم، آیا مسئولیت برمیگرده بر خودمان؟ بفرمایید استاد. ببینید در دهه 80 یک مسئله مطرح شد، بعد مطرح شد که اصلا از بین بردن نابرابری در حوزه صلاحیت و مسئولیت دولت هاست. بله. ولی زمانی که همین اندیشمندان اقتصادان به دنبال این بودن که چگونه یک نظریه جهان شمول ارائه بکنن که این نظریه جهان شمول مسئله نابرابری را کاهش بدهد، ولی ناکامی این اندیشمندان باعث شد که به یک دید دیگر و یک افق دیگر برسند. به این نتیجه رسیدند که اصلا نابرابری انسانی بنیاد مناسب نمیتواند برای نظریه های برابری باشد. به این معنا که انسان‌ها با هم برابر نیستند، استعدادها با هم برابر نیستند. زمانی که استعدادها با هم برابر نباشند، استعدادها از هم متفاوت باشند، ما هیچگاه نمی‌توانیم برابری را با وجود بیاوریم. یک کسی به نام پیتی باور هست. پیتی باور می‌گوید که اگر هرچی دولت‌ها در جهت یکسان شدن و برابری گام بردارن به همان میزان ما را در جهت نابرابری واقعی سوق میدهند. به این دلیل که اصلا
ما میخواهیم که استعدادها را همگون بسازیم. زمانی که ما همگون میسازیم یا استعدادها را به صورت مساوی تقسیم میکنیم، به این معناست که ما داریم در مسیر نابرابری گام برمیداریم. شما دیدین که گاهی اوقات عدالت را در نابرابری میدانند. اصلا عدالت گاهی اوقات مخالف مساوات هست. فرض کنید که یک کسی مدرک دکترا داره و یک کسی صرف 12 هست، ولی از لحاظ انسانی هر دو مساوی هستند. ولی اگر ما بیاییم برای هر دین ها ماش یک سانه در نظر بگیریم، به این معناست که ما نابرابری رو تشدید کردیم. به این لحاظ است که پیتی باور بگه که اصلا چی بخواهی یا نخواهی، نابرابری ذاتی است، در درون انسان ها نهفته است. پس ما نمیتوانیم راهکار منظم و مشخصی که جهان شمول باشد برای نابرابری مطرح بکنیم. بله بسیار خوب جناب استاد، بسیار خیلی صحبت های شیرین داشتین در رابطه با نابرابری که چقدر تاثیرگذار است بالای جامعه، بالای خانواده. کسانی که در یک سقف زندگی می‌کنند، در یک سقف زندگی می‌کنند، در یک محل هستند، پس همیشه سعی تلاش بر این داشته باشیم که همیشه عدالت داشته باشیم میان یکدیگرمون، چون ما هستیم که همیشه تغییرپذیر هستیم و همیشه باید امکانات را در دسترس خودمون قرار بدیم. اینکه کدام راه‌هایی باید وجود دارد، همیشه باید مهربانی داشته باشیم نسبت به یکدیگرمون، هیچ وقت فرق قائل نشیم. اینکه ما دختر هستم و تو پسر هستی و ما زن هستم و تو آقا هستی، نخیر، این گونه نیست. شما هیزون میتونید که این شکل به طور کلی هست و این ببرین بیایم که ریشه مهر محبت را افزایش ببخشیم. خب جناب استاد، در رابطه با نابرابری صحبت هایی داشتین، این که حالا بگوین بر ما اقتصاد چقدر میتونه نقش مهم داشته باشد در رابطه با نابرابری، چون بعضی از فامیل ها هستند که وضع اقتصادیشون خوب است و بعضی از فامیل ها هستند که اصلا وضع اقتصادیشون خوب نیست و در خط فقر زندگی میکنن، زمانی که میبینن و خود را یعنی حقیرتر فکر میکنن. این چقدر میتونه تاثیرگذار باشد بالای جامعه؟ شما ببینید در گزارش 2012 که بانک جهانی ارائه کرد، به این نتیجه رسید که کشورهایی که درآمد بالایی دارند، در آنجا نابرابری همواره کاهش پیدا میکنند. این سخن به این معناست که کشورهایی که یا در واقع سطح درآمد افراد هرچی که بالا برود، به همان میزان نابرابری کاهش پیدا می کند. از این لحاظ به صراحت می توان بیان کرد که اقتصاد بالا بسیار نقشی مؤثری در کاهش نابرابری در جامعه دارد. و از طرف دیگر اگر ما بخواهیم که یکم بحث را تئوریک تر بکنیم، دولت ها هم در اینجا بسیار نقش بسزایی داره. یک کسی به نام تاوونی هست، تاوونی میگوید که مسئله نابرابری را دولت ها زمانی میتوانند از بین ببرند که از یک طرف فرصت ها و امکانات را در اختیار تمام شهروندان قرار بدهند و از طرف دیگر مالیات تصاعدی وضع بکنند و سندیکال ها را در داخل تقویت ببخشند. از اینجا هست که از یک طرف دولت گام برداشته در جهت از بین بردن نابرابری و از طرف دیگر فرصت ها و امکانات هم برای فرض کن که دخترها و بچه ها به صورت مساوی هموار شده. در چنین شرایط راحت‌تر ما میتوان در جهت ایجاد برابری گام برداریم. بله استاد، آیا به نظر شما همین نابرابری هایی که وجود دارد میان خانواده ها، چون همه هموطنان من به این فکر هستن، یک فرزند شونه به یک چشم میبینن و یک فرزند شونه به دیگر چشم میبینن، یک شونه خلاصا ناز میتن و یک شونه واقعا توهین میکنن، باعث خشونت های خانوادگی میشد یا خیر همین نابرابری هایی که وجود دارد؟ چرا نه، شما ببینید در انقلاب فرانسه اصلا بحث بر سر این بود که خود انقلاب فرانسه آمد مسئله نابرابری را در دستور کار خودش قرار داد. دقیقا این گونه می پنداشتن که خود نابرابری ریشه در مشیت الهی نداشته، بلکه این ساختارهای اجتماعی بودند که نابرابری را با وجود آورده. بنابراین از این باب راحت میتوان گفت که خود نابرابری ریشه در فکر و باورها و ارزشها و هنجارهای اساسی جامعه دارد. زمانی که ما نابرابری را آوردیم در فرهنگ یک جامعه دانستیم، اینجا یکی بحث عمیق‌تر میشه. به این معنی که نابرابری در فکر انسان‌ها نهفته است. همین پدر مادر، فرض کنیم که پیشتر شما خودتان گفتین
اگر بچه به دنیا میارد میگی خب نیروی چار به دنیا آمد، یک کسی هست که اصلا میتونه ستون خانه ما باشد، ولی اگر دختر به دنیا بیاید خسته میشن. ببین این طرز تلقی و بینش و باور هست که این بی اساس است، اصلا این را برای ما ساختن، در حالی که این گونه نیست. ماکس ویبر یک سخن بسیار زیبا دارد، میگه که برای اثبات این مسئله که نابرابری ریشه در فرهنگ دارد، جامعه کاست ها را در هندوستان مثال میزند که شما ببینید جامعه کاست ها در هندوستان فرض کنید که طبقه بالاتر با طبقه پایین تر زمانی که صحبت میکنه به این معنی که اصلا گناه کرده، نجیم شده. اینجا هست که میگه ببینید نابرابری ریشه در باورهای فرض کنید که جامعه دارد. شما در تمام فرهنگ ها این مسئله رو میتوانید با وضوح ببینید. بله بسیار خوب جناب استاد، بعضی از جوانان نوجوانان هستند که میرن یک دختر خواستگاری میکنن و خلاصه میاین میگیرن، شاید اما فامیل او دختر خیلی پیسه‌دار باشه، خیلی پولدار باشه و ثروت خیلی زیاد داشته باشه، اما بچه که هستن وضع اقتصادی شندون خوب نیست، زمانی که اینو عروسی میکنن و باعث بسیار اختلاف نظرها میشن و اختلافات خیلی زیاد میانشان پیدا میشه. های باعث این میشه که امین نابرابری ها خیلی شکل بگیره و بتونه که این رابطه‌ای که شکل گرفته را هست بین ببره. چرا نه، شما ببینید اگرچه این بحث یک بحث سوری هست، بله، ولی من میخوام این را با همون شعر مولانا بیان بکنم که مولانا میگوید که صورت زیبا نمی آید به کار، حرف از معنا اگر داری بیار. اگر که ما راحت‌تر بیایم صحبت بکنیم، گاهی اوقات همین جوانی که فرض از لحاظ اقتصادی چندان وضع بالایی ندارد، ولی از لحاظ فکری آدمی ثروتمندی باشد. شما دیدین که امروزه این مقوله هست که کسای فرض کنید که فقیر هستند که غیر از ثروت چیزی دیگر ندارد. حالی احتمال دارد که مادیات این آدم کم باشد، ولی از لحاظ معنوی و دانش یک ذخایری باشد که دنیای به ارزد. این مهم هست، ولی چرا در جوامع سنتی چون انسانها را با فرض کن مادیاتشان میسنجن، از این ناحیه چرا این میتونه تأثیر داشته باشد در جامعه ما و اصلا طبقات با طبقات بیشتر رابطه برقرار میکنند و کمتر بها میدهند به انسانهای معنوی و انسانهایی که فرض کن غیر ثروت مادی ثروتهای دیگری دارند. بله پس چه خوب است که ما همیشه سعی بر این داشته باشیم که بر مادیات نه بلکه بر معنویات یک فرد فکر داشته باشیم، تفکرات داشته باشیم، چون همین ما هستیم که میتونیم ذهنیت خوب بر خودمون ایجاد بکنیم و همیشه وقت مثبت گرا باشیم و از منفی گرایی کنار بیایم، چون اگر ما یک بار منفی گرا باشیم یا شویم بدون شک کارهای زشت و ناسزا از دستمون سر میزنه و همین باعث میشه که شخصیتمون را زیر سوال میبره و شخصیتمون را پامال میسازه. پس چه خوب است بینده های عزیز، بخصوص جوانان نوجوانانی که بینده برنامه هستن، پس همیشه کوشش بر این داشته باشین که بتونین یک فرد را انتخاب بکنین تا بتونین که تفکراتش مثل خودتان باشد، نه اینکه اختلاف نظر داشته باشه یا اختلاف نظر میانتان وجود داشته باشد. خب جناب استاد، در رابطه با نابرابری گفتین اینکه چگونه شکل میگیره، چگونه باید از بین ببره، شو قسمی که شما یادآوری کردین که نابرابری ذاتی هست، اینکه حالا ذاتی هست پس به خاطر این که همین ایراره یا همین نابرابری را از بین ببریم کدام رای دیگر هم وجود دارد؟ آیا این مسئولیت جوانان هست؟ آیا میتونه جوانان به گونه درستش راهکارهایی را به پیش بگیرن یا ذهنیت سازی بکنن؟ قسمی که یادآوری کردیم که بعضی از هموطنان من هستند که اصلا آگاهی لازم ندارد، پس چگونه میتونن آگاهی لازم را کسب بکنن تا بدانند که نابرابری چیست و برابری چیست و چگونه میتونن برابری را پیاده بسازن؟ دقیقاً شما ببینید در این که نابرابری یک امر ذاتی هست در این شکی نیست. شما فرض بر این بگیریم که دو تا فرزند از یک خانواده با وجود میان، ولی یکی استعداد هنری دارد و یک کسی دیگر استعداد فرض کن که عکسی او را دارند، نتیجه این دو استعداد برایند دیگری در جامعه میتواند داشته باشد. ولی اگر ما مستقیم بریم در جهت این که چگونه این نابرابری را میتونیم کاهش بدهیم و سطح بینش شهروندان را آگاه بالا ببریم، در اینجا این چند پهلوست. از یک طرف هم دولت نقش دارد،
هم مکاتیب نقش دارد، هم نهادهای اکادمیک همانند پنتون دانشگاه نقش دارند و هم جامعه مدنی نقش دارد و تمام نهادهای زیربط در بالا بردن. سلامت باشین، از اینکه در برنامه تشریف آوردین واقعا تشکر است. صحبت های خیلی نکتان. خب دوستان بیننده بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تشکر از نظریات نکتان که همیشه هم وقت همراه ما شریک میسازین. پس تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند نگهدارتان. لبخند بر لب داشته باشین.